اینجا سرتراش خانه نیست، بلکه خانه یک زنی تنها در شهر کلاب است. احوال این زن که مجبور بود فصل سرما را در حاجت خانه بسر برد، پس از یک گزارش رادیو آزادی دقت هزاران نفر را به خود کشید. بسیاری ها اظهار داشتند که می خواهم به او یاری رسانند. کارتشکا و پیازه همه چیزا گرفتن دادنم خیلی نمتری همه چیز خانه ما بود کدن. ادامه داستان این است که زهرا بابایارو و صاحب خانه خود شد. هفته گذشته با مدد گروه از غمخوران برای زهرا در این بلند آشیانه با مبلغ 110 هزار سومانی خانه خریده و تقدیم کرده شد. حالا زهرا بابایارو از کلبه آهنی به این خانه کوچیده است. خانهش همه شرایط را دارد. وی آنهایی را که برایش یاری رسانده اند دعای نیک میکند. اول خدا بعد رادیوی آزادی سبب شد، بعد امین دیگرو سبب شدن. ای همه امون رحمت. حالا جامعه تاجیکستان از چنین کارهای خیر حمایت و ستایش میکنند. ولی این عقیده نیز جای دارد که جامعه شهروندی نمیتواند مشکل همه افراد بی‌بیزاد را حل کند. آخرین امید از همون مهاجران یا که شخصانی که امکانیتی کمک کردن دارن، یعنی به خاطر همین به ژورنالیستان و بلاگران طریق اینترنت شرط و شرایط زندگی خود را نشان میدهند. تا یک ماهی پیش زهرا بابایارو و از سرگردانی و بیخونگی خسته شده بود. او نمیخواهد دیگر گذشته اش را به یاد آورد، اما قصد دارد دوباره به سری کارش برگردد. میگوید که نمیخواهد سر و بار کسی باشد، میخواهد بعدی صاحب خانه شدن زندگیش را خود پیش برد. زهرا بابایارو در منطقه کلوب دومین قهرمان گزارش رادیوی آزادی در یک سال اخیر است که جامعه برایشان دست مدد دراز میکند. پیشتر قهرمان فیلم نانی آهنین بعد یک ماه نشر فیلم صاحب خانه شده بود.